آیا میدونستین هر کدوم از تابلوهای نقاشی که در طول جانویک 4 به چشم میخورن معنای زیرمتنی خودشون رو دارن؟ با این ویدیو همراه باشین تا همین تابلوها رو بررسی کنیم و هم نکات مخفی دیگه این فیلم رو مرور کنیم. جانویک 4 که بالاخره سفر انتقامجویانه بابا یاگا رو خونین‌تر از همیشه به پایان رسون، از اون فیلمایی که حالا توسط خوره‌های اکشن دیده و بازبینی خواهد شد. اما هر چقدر این فیلم رو بازبینی کرده باشیم، باز یه سری جزئیات، ارجاعات و نکات غیرعلنی وجود دارن که ممکنه متوجهشون نشده باشین و اطلاع پیدا کردن از اونها میتونه عشقتون به این فیلم رو افزایش هم بده. من رضا حاج محمدی هستم، به فیلمزی خوش اومدید. فیلم‌های جان ویک از اشعار و افسانه‌های حماسی کلاسیک متعددی الهام گرفتند. مثل هلن، همسر ویک که اسمش تداعیگر هلن ترویه، زنی که روبوده شدنش با آغاز یکی از خونین‌ترین جنگ‌های اساطیر یونان باستان منجر شد. اما سفر احساسی آقای ویک در فیلم چهارم بیش از هر اثر دیگه‌ای وامدار کمدی الهی دانته آلیگیریه. دانته تو این کتاب سفر خیالی خودش به دوزخ، برزخ و بهشت برای رسیدن به بیاتریس معشوقه جوانمرگ شدهش رو تعریف میکنه. فیلم‌های جان ویک پر از ارجاعات مختلف به کمدی الهیه. مثلا دانته در حین عبور از دروازه جهنم بر بالای اون با کتیبه‌ای مواجه میشه که روی اون نوشته شما که داخل میشوید دست از هر امیدی بشویید. تو جان ویک 4 هم پادشاه بوری قبل از باز کردن درهای محل تمرین آقای ویک متن این کتیبه رو نقل قول میکنه. همچنین نه تنها یکی از تابلوهایی که تو موزه لوف به چشم میخوره قایق دانته نام داره که دانته و همراهانش رو در محاصره ارواح زجر کشیده جهنم به تصویر میکشه، بلکه تو جان ویک 3 هم ارنست قبل از مبارزه با جان تو کتابخونه از کمدی الهی نقل قول میکنه. تازه همونطور که دانته آلیگری در سال 1302 میلادی در جریان یک کودتا از فلورانس، شهر محل تولدش، تبعید شد و به محرومیت همیشگی از حقوق مدنی محکوم شد، این موضوع درباره طرد شدن جان ویک از جامعه آدمکشا هم صادقه. تازه جان تو فیلم اول برای پیدا کردن یوسف به کلابی به اسم حلقه سرخ سر میزنه که ارجاعی به حلقه های نهگانه جهنم کمدی الهیه. حرف از ارجاع به شخصیت‌های اساطیری شد. دومین سکانس فیلم با طلوع خورشید در مراکش در حالی که سایه 4 سوار در افق به چشم می‌خورند آغاز میشه. این پلان ارجاعی به 4 سوار آخرالزمانه. تو انجیل اومده که ظهور این 4 سوار خبر از پایان دنیا میده. همونطور که تو انجیل از 4مین سوار به عنوان سمبل مرگ یاد میشه، این موضوع درباره نقش سمبولیک جان ویک تو این صحنه و تو کل صحنه‌های این فیلم هم صادقه. اما مجموعه جان ویک همونقدر که به داستان‌های اساطیری ارجاع میده، همونقدر هم به ادای دین کردن به فیلم‌های کلاسیک علاقه‌منده. مثلا لحظه‌ای که فوت کردن شعله کبریت توسط پادشاه بوری به پلان طلوع خورشید کات می‌خوره، ارجاعی به یکی از مشهورترین مچکات‌های تاریخ سینما در فیلم لارنس عربستان. نه تنها سکانس‌های مراکش تو همون بیابونی که یکی از لوکیشن‌های اصلی لارنس عربستان بود فیلمبرداری شده، بلکه هر دو نفری که کبریت رو فوت می‌کنن هم لارنس نام دارن، اسم بازیگر پادشاه بوری لارنس فیشبرنه. همچنین ساعت جیبی شخصیت کین که عکس دخترش داخلش قرار داره هم ارجاعی به فیلم به خاطر چند دلار بیشتر سرجیو لئون است. دو تا از کاراکترهای اون فیلم یه ساعت جیبی دارن که عکس عزیز داخلشون قرار داره. علاوه بر اینا خبر افزایش جایزه جان ویک که توسط یه دیجی رادیو اعلام میشه با الهام از فیلم سلحشوران به کارگردانی والتر هیل طراحی شده. نه تنها نمای کلوزآپ از لب و دهن دیجی ارجاعی به سکانس مشابهی تو اون فیلمه، بلکه هر دو دیجی آهنگ جایی برای فرار نیست رو پخش میکنن. تازه جالبه بدونین ایستگاه رادیویی که محل جان ویک رو اعلام میکنه ووشیا نام داره. ووشیا در زبان چینی به طور تحت لفظی قهرمانان رزمی معنی میده. ووشیا ژانری در ادبیات سینما و تلویزیون چینه که به ماجراجویی رزمی کارها در چین باستان میپردازه که شاید معروفترین نمونهش فیلم ببر خیزان اژدهای پنهانه. در نهایت سقوط جان از پله در پاریس هم تداعیگر سقوط مشابهی تو فیلم جنگیره. تو اون فیلم پدر کاراس خودش رو از پنجره اتاق ریگان بیرون میندازه و از پله‌ها سقوط میکنه تا جونش رو برای نجات دختر بچه‌ای که اون رو نمیشناسه فدا کنه. از خودگذشتگی جان ویک هم به از خودگذشتگی پدر کاراس بی‌شباهت نیست. اونم جونش رو در راه نجات میا، دختر کن که احتمالاً هیچ وقت ندیدتش، فدا میکنه.
الهام برداری های جان ویک 4 اما به سینما محدود نمیشه. بیشک حیرت انگیز ترین سکانس اکشن این فیلم همون سکانس بدون کاتیه که جان رو مشغول تیراندازی توی آپارتمان از نمای بالا سر به تصویر میکشه. چاد استالسکی تایید کرده که منبع الهامش برای طراحی این سکانس بازی ویدیویی قتل عام هنگ کنگ بوده. نکته جالب بعدی این سکانس ارتباطش با گیم آف ترونز. ماجرا اینه، جان در جریان این سکانس از سلاح جدیدی که گلوله هاش به محض برخورد به هدف منفجر شده و شعله ور میشن استفاده میکنه. این تفنگ که تو دنیای واقعی هم وجود داره با الهام از گیم آف ترونز نامگذاری شده. نه تنها اسم رسمی این تفنگ ها دراکاریسه، همون واژه‌ای که تارگریان ها برای دستور دادن به اژدهاهاشون برای دمیدن آتش فریاد میزنن، بلکه گلوله های این تفنگ هم نفس اژدها نام دارن. اما شاید اثری که بیشترین تاثیر رو روی تم‌های داستانی جان ویک 4 گذاشته کتاب هاگاکوره باشه. در واقع جان ویک 4 به حدی وام داره این کتابی که در ابتدا قرار بود به عنوان جان ویک 4 هاگاکوره اکران بشه. از هاگاکوره به عنوان آیین‌نامه‌ای عملی و روحانی برای یک جنگجو و رموز سلحشوری یک سامورایی یاد میشه. یکی از اصولی که تو این کتاب روی اون به عنوان راه و رسم سامورایی تاکید میشه تسلیم شدن در برابر مرگ. در بخشی از این کتاب میخونیم طریقت سامورایی استوار بر مرگ است، آنجا که میان مردن و زنده ماندن دودل باشی بیدرنگ مرگ را برگزید. در جریان دوئل پایانی جان ویک 4 هم دیالوگ‌های رد و بدل شده بین جان و کین مضمون مشابهی داره. جان میگه اونایی که به مرگ بچسبن زنده میمونن و کین جواب میده اونایی که به زندگی بچسبن میمیرن. خب حرف از مرگ شد. در حالی که جان داره به آرامگاه شارون میره تا با وینستون دیدار کنه، میتونیم جملات لاتین حکاکی شده روی پله‌ها رو ببینیم. روی پله اول نوشته شده تا زمانی که میترسن بگذار متنفر باشن. این جمله به کالیگولا سومین امپراتور روم باستان تعلق داره. کالیگولا که در تاریخ به عنوان یه دیکتاتور ظالم و خوشگذران شناخته میشه حکم همتای مارکی رو داره. جمله‌ای که روی پله دوم نوشته شده اینطور ترجمه میشه: مرگ پاداش من است. این یکی دیگه تابلوه. جان ویک 4 درباره آگاهی جان از اینه که اون فقط در صورت تسلیم شدن در برابر مرگ که میتونه به آرامش دست پیدا کنه. اما ترجمه جمله سوم اینه: اگر نتوانم بهش را خم کنم جهنم را جابجا میکنم. البته این جمله اینطوری هم ترجمه شده: گر نگردد عرش اعلی بر مراد راه دوزخ پیشگیرم باک نیست. این جمله به کتاب شعر انئید اثر ویرژیل شاعر روم باستان تعلق داره. کسی که این جمله رو بیان میکنه یونو ایزدبانوی زنان جهان در اساطیر روم باستانه. یونو تو این داستان نقشه انتقامجوی ترسناک رو ایفا میکنه و به دلایلی دل خوشی از اهالی شهر تروا نداره. یونو این جمله رو در زمانی بیان میکنه که آلکتو یکی از الهه‌های انتقام اساطیر یونان رو فرا میخونه و ازش میخواد تا بره بزنه دهن تروایی‌ها رو سرویس کنه. معنی چهارمین جمله حکاکی شده روی پله‌ها اینه: به پایان بنگر یا درباره پایان تأمل کن. به زبان ساده‌تر این جمله اساساً به این معنیه که مرگ گریزناپذیره و یادت باشه که قراره بمیری. این دقیقاً همون کاریه که جان ویک در طول فیلم چهارم انجام میده. جان تو این فیلم درباره عواقب کاراش تأمل میکنه. این فیلم درباره فکر کردن جان به اینه که پس از مرگش چه میراثی از خودش به جا میذاره و زندگیش چگونه به یاد سپرده خواهد شد. معنای جمله پنجم و آخرم اینه: مردشور خودتو اسبی رو که باهاش اومدی رو ببرن. این یکی معنای خاصی نداره، فقط یکی از فوشای رایج در زبان لاتینه. تو صحنه که جان و بقیه مشغول بازی پوکر هستن، کیلا آرایش ورقهای جان رو دست مرد مرده توصیف میکنه. قضیه از این قراره: وایلد بیل هیکاک یه هفتتیرکش افسانه‌ای در دوران غرب وحشی بود که از پشت سر هدف گلوله قرار میگیره و میمیره. اون در هنگام مرگ در حال بازی پوکر بود. گفته میشه که ترکیب ورقهای دست هیکاک شامل دو جفت آس سیاه به همراه دو جفت هشت سیاه میشد. از اون موقع تا حالا ترکیب این ورقها به اصطلاح به دست مرد مرده مشهور شده. جان ویک 4 هم به سنت قسمت‌های قبلی از تابلوهای نقاشی پیرامون کاراکترها برای معنا بخشی به داستان استفاده می‌کنه. تو صحنه که وینستون در موزه لوور به دیدن مارکی میره، تابلو نقش پررنگی در مشخص کردن نقش کاراکترها در داستان ایفا می‌کنه. برای مثال مارکی پشت به تابلو مرگ سارا داناپالوس نشسته. این تابلو تصویرگر سارا داناپالوس یکی از پادشاهان امپراتوری آشوره که اشتراکات متعددی با مارکی داره. نه تنها هر دوی سارا داناپالوس
و مارکی لباس یک دست سفید به تن دارن، بلکه همونطور که در کنار تخت سارا دانوپولوس یه پارچ طلایی رنگ دیده میشه، این موضوع درباره قهوه‌ساز طلایی رنگی که در نزدیکی مارکی دیده میشه هم صادقه. همونطور که سارا دانوپولوس روی تخت خواب مجللش در آسودگی دراز کشیده و هرج و مرج پیرامونش رو با بی‌تفاوتی تماشا میکنه، مارکی هم کسیه که مستقیما درگیر آشوبی که ایجاد کرده نمیشه، بلکه همیشه در حین لذت بردن از زندگی مرفهش دیگران رو به عنوان گوشت دم توپ جلو میفرسته. تازه مارکی با وجود اتاق اختصاصیش تو موزه لوور و رقص باله در سالونی خالی از تماشاگر که تنها برای اون اجرا میشه، فقط یه ثروتمند معمولی نیست، بلکه در حد و اندازه پادشاهان باستانی ثروتمنده. همچنین اسم این تابلو مرگ سارا دانوپولوس، فرجام مرگبار مارکی در پایین فیلم رو هم پیشگویی میکنه. تابلوی مهم بعدی آزادی هدایتگر مردم، یکی از تاثیرگذارترین آثار مربوط به انقلاب فرانسه است. وینستون با اشاره به این تابلو به طرز طعنه‌آمیزی خطاب به مارکی میگه هشداری برای بهای خودکامگی. این تابلو نماینده طغیان انقلابی جانویک علیه سلطه دیوان عالیه. پس تعجبی نداره که تابلوی آزادی هدایتگر مردم و مرگ سارا دانوپولوس نه در کنار یکدیگر، بلکه به منظور نمادپردازی نزای این دو جبهه مستقیما در مقابل یکدیگر قرار دارند. وینستون در پایان این سکانس در مقابل تابلوی کلک مدوسا مکس میکنه. این تابلو چند تن از نجات یافتگان غرق شدن ناو جنگی مدوسا رو روی تخت پاره‌ای در میان موج‌های خروشان به تصویر میکشه. از خدمه 147 نفره این ناو فقط 15 نفر جون سالم به در بردن. اونا که 12 روز در دریا سرگردان بودن، به لطف خوردن مردگان دووم آوردن. این رویداد رسوایی بزرگی برای دولت فرانسه به وجود آورد، چون که بسیاری سهل‌انگاری ناخدای کشتی رو علت وقوع فاجعه میدونن. ماجرای ناو مدوسا تداعیگر جهنمیه که مارکی و دیگر اعضای دیوان عالی برای کسایی که بهشون خدمت میکنن درست کردن. خب این مجموعه همیشه جانویک رو به عنوان یه ناجی مسیح‌گونه نمادپردازی میکرده و این موضوع درباره فیلم چهارم هم صادقه. نه تنها تابلوی مسیح روی صلیب تو موزه لوور دیده میشه، بلکه تو سکانسی که جان تو ایستگاه مترو با وینستون و پادشاه باوری گفتگو میکنه هم تابلوی ناباوری توماس قدیس در کنارشون به چشم میخوره. تو این تابلو توماس که به رستاخیز عیسی مسیح شک داره، خودش شخصا داره زخمای عیسی رو بررسی میکنه. این تابلوها مرگ بابا یاگا و تولد دوباره جانویک در قامت شوهری عاشق رو زمینه چینی میکنن. اگه یادتون باشه تو ویدیویی که برای نکات پنهان سه فیلم اول جانویک کار کردیم، درباره ادای دین این مجموعه به باستر کیتون، یکی از پیشگامان بدلکاری های واقعی، براتون گفتیم. خب جانویک 4 هم از این قاعده مستثنا نیست. تو صحنه که جان در ایستگاه مترو منتظر قطاره، میتونیم بخشایی از یکی از فیلم های کیتون رو ببینیم که داره روی دیوار پخش میشه. یکی از پوسترهای تبلیغاتی جانویک 4 شامل یه خطای دید زیرکان است. با اینکه این پوستر در نگاه اول چیزی بیش از تصویری از چهره جانویک به نظر نمیرسه، اما اگه به کروات جان دقت کنیم متوجه میشین که اون در واقع ساعت شنیه که به جای شن از گلوله پر شده. در اوایل فیلم دختر کوجی به پدرش یادآوری میکنه که اون فردا با خانواده تاراسوف قرار ملاقات داره. خانواده تاراسوف همون خانواده خلافکار روسیه که جانویک قبل از بازنشسته شدن براشون کار میکرد و فیلم اول مجموعه به انتقام جوییش از اونا اختصاص داشت. خب این بود نکات مخفی جانویک 4. ما یه نقد مفصلم برای این فیلم رفتیم که تو سایت زومجی میتونید اونو بخونید. یه ویدیو اختصاصی هم برای نکات مخفی و جالب سه فیلم قبلی جانویک رفتیم که اونم میتونید تو کانال یوتیوب فیلمزی پیدا کنید. و همین دیگه، دمتون گرم و لایک و سابسکرایب ما فراموش نشو. خدا نگهدار.